سلام به دوستای خوب و عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه روزای خوبی داشته باشید برگشتم با یه ویدیو دیگه در مورد راه نوشتن دعوتنامه و اینکه دعوتنامه ای که یه عزیزی به شما میده چه مشخصاتی باید داشته باشه چه جوری نوشته باشه نوشته بشه چه داکیومنت هایی بهش اتچ بشه و اینکه در آخر هم دو نمونه دعوتنامه رو براتون میخوام نشون بدم فقط خواهشم از شما اینه که لطفاً من... اصلا این دعوت ای که من براتون به عنوان مثال نشون میدم و کپی نکنید چون ببینید شما میخواید که افسر قانع بشه که شما میخواید واسه یه ویزیت وارد کانادا بشید اگه تمام کسایی که مثلا ویدیو من رو میبینن فرض کنید چند هزار نفر بیان این دعوت ای رو که من نوشتم و به عنوان سمپل بنویسم و به آفیسر بدن مطمئنا آفیسر میفهمه که این دلایلشون دلایل واقعی نیست و باعث ریجکتی خودشون و بقیه میشه این چیزی که من اینجا براتون میذارم فقط برای اینه که بهتون یک آیدیا بده نه اینکه باعث بشه که شما در حقیقت کپیش بکنید مثلا میتونید تمپلت کلی شو در نظر بگیرید مثلا آیدیا بگیرید که چجوری باید بنویسید خطاب به کی بنویسید چجور اطلاعاتی بنویسید چه مدارکی رو باید بنویسید ولی با توجه به هدف سفرتون تغییراتی رو که لازمه توی اون ایجاد کنید. خبر خوب دیگه این که امروز وبسایت اداره مهاجرت رو که چک کردم دیدم که زمان پروسسینگ تایم از 99 روز شده 87 روز یعنی بازم خدا رو شکر داره پایین تر میاد امیدواریم که بیشترم پایین بیاد و اینکه چند تا از دوستامون شنیدیم که ویزه هاشون اومده میخوام وارد کانادا بشن ولی یک مسئله هم پدید اومده متاسفانه بعضی از دوستایی که وارد کانادا شدن چون که می وقتی که وارد کانادا میشی توی مرز یک آفیسر از شما یه اینترویو کوچولویی ممکنه بکنه اگر اونجا اشتباه سوالات رو جواب بدید ممکنه که به ذرهتون تمام بشه معمولا اگر خیلی اگر مشکلی پدید نیاد آفیسر بهتون اجازه میده 6 ماه بمونید ولی فرض کنید که آفیسری که تو مرزه به هر علتی شک بکنه یهو ممکنه بهتون مثلا به که ظرف یه هفته برگردید ظرف یک ماه برگردید و این تمام پلن شما رو ممکنه خراب بکنه حالا توی ویدیو بعد در مورد این موضوع که توی اون سوال و جوابی که آفیسر لب مرز مرز ورودی کانادا پورت ورودی ازتون میکنه چی باید بگید چی نگید و اینکه معمولا سوالات متداول چیه براتون صحبت میکنم ولی این ویدیو رو مخت... میخوام برای دعوتنامه اختصاص بدم امیدوارم که این بتونه که سوالاتتون رو جواب بده البته این هر کسی خب با توجه به شرایط خودش خب بالا پایین داره دیگه یعنی مثلا دیتیزش متفاوته سوالاتتونم میتونید توی ویدیوهای پرسش و پاسخ بگید من فقط توی این ویدیو کلیت رو توضیح میدم سوالات خاص توی ویدیوهای پرسش و پاسخه که معمولا اکثر سوالا رو من جواب دادم حتی دوسته عزیزی که تازگی دارم ویدیوها رو میبینن سوالایی که میپرسن سوالاشون رو من وقتی که چک میکنم میبینم که با سوالایی که دوستای قبلی پرسیدن یکیه و میتونم به ویدیوهای قبلی رجوع پیدا کنم خب اول از همه این که من میخوام بهتون بگم که طبق سایت اداره مهاجرت کانادا یعنی IRCC یا CIC invitation letter یا letter of invitation معنیش چیه و اونها از شما یا از کسی که داره دعوتتون میکنه چه مدارکی رو انتظار دارن خب ببینید این پس letter of invitation یا invitation letterی که ما خودمون بهش میگیم میگه که information for the person writing the letter of میگه این information قسمت اولش واسه کسیه که در حقیقت داره به شما دعوت نامه میده دوستای عزیزی که گفته بودن مثلا خواهرمون داییمون اممون میخواد برامون دعوت نامه بده تو دعوت نامه چیا بزنه چه مدارکی بذاره و اینا اینجا کاملا توضیح داده نگاه کنید گفته که نوشتن یک دعوتنامه به این معنی نیستش که شما به طور قانونی شما به طور قانونی مسئول اون فردی هستید که میخواد بیاد اینجا ویزیت کنه وقتی که وارد کانادا میشه بلکه شما وقتی که دارید نامه رو می نویسید از روی گود فیت یعنی از روی نیت خوب می نویسید باید صداقت داشته باشید واقعیت رو بگید و اینکه تمام مثلا به چیزایی که توی اون نامه گفتید عمل کنید مثلا اگه تو نامه میگید که مثلا من داییم میاد وقتی دایم اومد اینجا میخواد خونه من بمونه حالا داییتون اومد حالا اگه با هم بازم اختلاف پیدا کردید که حالا این قول رو دادید دیگه به افسر پرونده بذارید تایتون بیاد اونجا بمونه بعد از اون میگه send your letter نامتون رو به کسی بفرستید که شما رو میخواد دعوت کنه به کانادا دوستای عزیزی که هم من پرسیده بودن که آیا لازمه که نوترایز بشه یا نه نوترایز uh, یعنی اینکه اینجا یک آفیس هایی هستن شما میرید ببینید مثلا من فرض کنید به عنوان شخص ایکس میخوام دایم رو دعوت کنم uh, از کجا معلوم که من دارم این نامه رو به دایم میدم خب برای اینکه واسه ای اداره مهاجرت این امر uh, یعنی اثبات بشه من میتونم برم نوتری آفیس اینجا یه هزینه ای داره حالا 100 دلار 150 دلار چقدر اونا احراز هویت میکنن و نوترایزش میکنن استامپ میکنن و میگن کسی که داره این نامه می در حقیقت همون کسیه که اونجا داره ادعا میکنه خب حالا اینکه آیا لازمه نام نوترایز بشه یا نه اینجا گفته که اگر If the visa office ask for that. یعنی اگر ویزا آفیس ازتون خواست پس یک ماست یا یک باید محکم نیست اگر ویزا آفیس ازتون خواست بکنید حالا اگر هم خودتون میخواید خیلی کارتون محکم باشه این کارم میتونید بکنید من شخصا تمام این مدت که این کار انجام دادم واسه یک کسی نوترایز نکردم ولی مدارکی که یعنی letter of invitation خیلی قوی نوشتم و supporting document ها هم کامل نوشتم یعنی supporting documentی گذاشتم که همه آپدیت بوده و فقطم مطمئنا شخص خودم بهش دسترسی داشتم خب حالا ببینید تو قسمت بعدی میگه you must براتون تو ویدیو قبلی توضیح دادم هر وقت شما توی سایت IRCC یا به عبارتی CIC شما ماست یا مندتوری رو دیدید یعنی بدون برو برگرد بدون برو برگرد اینکه حالا بکنم کم بکنم یه ذره بکنم یعنی اگه این نباشه شما اصلا چیزه اصلا کارتون جلو نمیره دیگه حالا ببینید داره میگه شما باید این اینفورمیشن رو در مورد کسی که دارید اینوایتش میکنید ارائه بدید اسمشو بنویسید، تاریخ رو بنویسید، آدرس و شماره تلفن، نسبتتون، هدف از مسافرت، اینکه این فردی که داره میاد چقدر میخواد بمونه، کجا میمونه و مثلا هزینه رو چجوری میده و اینکه چه زمانی میخواد از کانادا خارج بشه ببینیم مثلا بخوام توضیح بدم فرض کنید من میخوام دایم رو دعوت کنم دو ماه بیاد بمونه پس میگم که دایم به اسم فلان تاریخ تولد فلان آدرس شماره تلفن قرار بیاد اینجا پرپس آف تراولش چیه میخواد بیاد من و بچه هم ببینه فرض کنید دو ماه هم میخواد بیاد بمونه این دو ماهی هم که میخواد بمونه میخواد بیاد تو خونه من منم هزینه خورد و خوراکش و اینا رو میدم خب ولی یادتون باشه فقط هزینه خورد و خوراک نیست اینجا فردی که میاد باید بیمه داشته باشه ترانسپورت داشته باشه اینا رو توی نامه مشخص کنید بهتره مثلا آیا من قرار هزینه بیمه رو بدم هزینه ترانسپورت رو بدم یا اینکه بعد از اون آیا دایی من قراره بعد از دو ماه که خونه مامون برگرده به ایران یا قرار بعد اون مثلا بره یه شهر دیگر رو بگرده اینا رو باید دقیقا تو نامه مشخص کنید ببینید مثلا یه موقعی هست دایی من میاد دو ماه میمونه بعدش هم اصلا میاد مستقیم خونه من از خونه منم مستقیم برم گرده ایران یه موقع هست نه دو ماه میخواد بیاد خونه من بمونه من دعوت رو واسه این دو ماهی که داره میاد تو خونه من میمونه میخوام بهش بدم درسته بعد اون دیگه حالا مثلا ممکنه بخواد بره تورنتو ونکوور این و اون و شما حالا اگر شما میخواید که هزینه های اون موقع هم متقبل بشید که چه بهتر ولی اگر نمیخواید واضح بنویسید هم از جهت خودتون هم از جهت طرف مقابل بعد از اون میگه شما باید این اینفورمیشن کسی که داره دعوت نامه میده خب این اینفورمیشن رو در مورد خودش بده ببینید دوباره اینجا از کلمه ماست استفاده کرده اسم کامل تاریخ تولد آدرس شما تلفنی که تو کانادا داره جاب تایتل یعنی چه جابی داره اصلا بیکاره اگه مثلا کسی بیکار باشه به این معنی نیستش که نمیتونه کسی دعوت کنه ولی چانسش کمتره چون کسی که کار نداره هزینه رو نداره مطمئنا بارش رو دولته دیگه فرض کن یه مهمونم میخواد دعوت کنه میگن نمیدونم موشه تو سوراخ نمیره جارو به دنبش میبست خب اینکه آیا شما سیتیزنی یا پرمننت رزیدنسی دوستای عزیزی که پرسیده بودن که آیا مثلا خواهر من که پرمننت رزیدنس میتونه دعوت نامه بده بله میتونه چه سیتیزن باشه چه پرمننت رزیدنس چه پیار هیچ مشکلی نداره بعد حالا گفته یه فتوکپی از داکیومنت هایی که استاتوس شما رو تو کانادا نشون میده. فرض کن شما تو این دعوتنامه میگید که من پرمننت رزیدنتم، خب تو متنی که مینویسید. بعدش اینکه نامه تموم شد میتونید یک کپی از برت سرتیفیکیت یعنی شناسنامهتون رو بذارید به شرط اینکه تو کانادا متولد شده باشید یا اینکه کپی از کارت سیتیزنیتون رو یا یه کپی از پیار کارد یا لندینگ پیپرتون رو ببینید همه اینا رو میتونید نشون بدید یعنی به عنوان یک پروف پایین دعوت نامه اضافه کنید که فردی که داره این نامه رو همراه با اپلیکیشنش به آفیسر برای آفیسر میفرسته آفیسر وقتی که نگاه میکنه میبینه خب مثلا شخص ایکس که داره دعوتش میکنه شخص ایکس شماره تلفنش اینه آدرسش اینه یعنی اونا بتونن وریفای کنن خب بعد حالا این شخصی که داره دعوت میکنه مشخصات و جزئیات خانوادهش هم بده مثلا اسم و تاریخ تولد همسر و دیپندنتاش دیپندنتاش یعنی اینکه بچه داره نداره که کسایی به اون فرد وابستگی دارن بعد داخل پرانتز گفته ببینید اینجا دوباره از لفظ مندتوری استفاده کرده This is mandatory for the parent and grandparent supervisor ببینید این سوپر ویزا یه ویزای خاصیه که وقتی که فقط واسه پدر مادر پدر بزرگ و مادر بزرگ ها هستش و شرایط خاص خودشو داره یکی از مهمترین تفاوتاش اینه که وقتی که پرنتس یا گراند پارنتز میان با این تحت عنوان سوپر ویزا میتونن توی هر دفعه موندنشون بیشتر از شش ماه بمونن تا دو سال دو سال یا سه سال اشتباه نکنم خب یعنی میگه حتی اگر شما داری پدر مادرت هم دعوت میکنی تو اون دعوت نامه که شما داری واسه پدر مادرت میدی باید مشخصات همسرت و دیپندنتات هم تو اون دعوت نامه باشن بولت پوینت بعدی میگه تعداد کل افرادی که توی اون خونه با شما زندگی میکنن مثلا افرادی که شما ببینید یه چیز دیگه هم هست اینم بعد باعت براتون توضیح بدم بعضی اوقات مثلا افرادی که توی کانادا هستن ممکنه پرنتشون ممکنه پدر مادرشون یا پدر بزرگ مادر بزرگاشون رو اسپانسر کنن خب وقتی که شما به قولی مثلا هر فردی با توجه به درآمدش و موقعیتش که داره معمولا یک ظرفیت خاصی داره با توجه به این کامش که بتونه تعداد افرادی رو مثلا اسپانسر کنه یعنی اگه شما بخواید پدر یا مادرتون رو به شرط اینکه حالا شرایط دیگر داشته باشید اسپانسر کنید باید اولا که یه مسئولیتی که شما باید واسه یه مدت طولانی زیر بارش به معمولا 20 ساله و اصلا یعنی اینکه اللحاظ مالی شما باید حتما یک ریکوایرمنت رو داشته باشید به خاطر همین اینجا میگه که تمام تعداد افرادی که تو هاوس زندگی میکنن و افرادی که شما براشون مثلا درخواست اسپانسرشیپ دادید مثلا فرض کنید یک فردی که داخل کاناداست قبلا پدر بزرگ مادر بزرگش رو اسپانسر کردن اومدن اینجا یعنی دو نفر اسپانسر کرده حالا اونا به کنار الان درآمدش مثلا هر چقدر هست حالا میخواد خاله و شوهر هم دعوت کنه خب باید بگه من خاله و شوهر رو دعوت میکنم در زم توضیح هم بده که من قبلا دو نفرم اسپانسر کردم اینا خیلی مهمه یعنی تا اونجا که میتونید کلیر بنویسید بعد از اون داره میگه که برای ویزای پرنت و گرند پرنت برای سوپرویزا ببینید این قسمتی که الان میخوام بگم فقط واسه سوپر است اون کسایی که هم من پرسیده بودن اگه بخوایم پدر مادر دعوت کنیم چی اگه میخواید پدر مادر رو با ویزای معمولی دعوت کنید همین ویزای 6 ماهه مثل بقیه که اونم شامل همه اینا میشه ولی حتی اگه بخواید سوپر بگیرید برای کسایی که سوپر ویزا میخوان بگیرن این شرط اضافه هم وجود داره A written and signed promise of your financial support for your parents or grandparents for the entire stay in Canada. <متصفح> یعنی اینکه ببینید سوپر ویزا چون همونطور که گفتم طولانی مدته. به خاطر همین شما باید یک قول یک قول یا یک زمانتی رو بدید که به صورت کتبی و امضا شده باشه که این تو پرونده سوپرویزا هست و شما میگید که تمام هزینه های پرنت یا گرند تو تمام مدتی که تو کانادا هستن با شما و اینکه پروف دت یور اینکم میتس اور از ابوف دی لو اینکم کات For the total number of people including the visiting parents or grandparents. یعنی وقتی که شما میخواید سوپرویزا بدید حتما باید درآمدتون از از یک مقداری بالاتر باشه یعنی فردی که حالا ممکنه درآمد داشته باشه ولی درآمدش فقط به اندازه از نظر دولت کانادا فقط به اندازه خودش و خانوادهش مثلا یه خانواده پنج نفره داره درآمدش فقط واسه خودش و اون پنج نفر چهار نفر دیگه هست که باهاش هستن کافیه یعنی اون دیگه از نظر دولت کانادا درآمدش اونقدر نیست که بتونه دو نفر دیگر هم ساپورت کنه پس به خاطر همین دولت کانادا اومده یه جدولای درست کرده گفته با توجه به جمعیت خانوادهتون درآمدتون باید انقدر باشه که شما بتونید سوپرویزا بدید خب پس یادتون باشه سوپر ویزاس که شرط لو اینکم کاراف داره خب نه اینکه ویزه های معمولی ویزه های معمولی 6 ماه هم بالاخره درآمدتون یه فاکتوری هست ولی عامل 100 صد درصدی نیست بعد ببینید تو خط آخر خیلی هم بولد نوشته نوشته این اینفورمیشن فقط به عنوان یک راهنماست شما ببینید من اینو دوباره براتون میگم ببینید اینجا دوباره از لفظ ماست استفاده کرده یعنی شما باید نامه نامه رو خودتون بنویسید بعضی ویزا آفیسا ممکنه بخوان که شما برید نوتری پابلیک و این نامه رو نوترایز کنید یعنی این نامه رو احراز هویت کنید خب پس این چیزایی بود که ما از سایت اداره مهاجرت کانادا دیدیم اطلاعاتش کاملا به روز اطلاعاتش وریفای شده است یعنی شما چیزی موثق تر از این نمیتونید پیدا کنید این چیزیه که همیشه شما میتونید بهش ریفر کنید ف... اصلا فرض کنید یه مشکلی هم پرید اومد شما میتونید اینجا بگید ببین خودت اینجا زده بودی من اینجا ریفر کرده بودم اگر کسی بهتون غیر از این گفت شما میتونید بهش بگید پس چرا اینجا اینجوری نوشته خب این اطلاعاتیه که ببینید اینا اطلاعاتیه که چون خودشون گفتن ببین چیزایی که یک آفیسر وقتی که یک دعوت رو میبینه می دنبالشه خب و خیلی میتونه کمکتون کنه وقتی خودش به این واضحی نوشته سعی کنید همه اون چیزایی که خود آفیسر تو نامش گفته رو فالو کنید حالا من دو تا اینویتیشن لتر نوشتم اینجا امیدوارم که براتون مفید واقع بشه فقط خواهشم دوباره اینه که کپیش نکنید چون وقتی که کپی بکنید باعث ریجکتی میشه یو فرض کنید چون که همه ایرانی ها که ویزا آفیسشون کانادا است فرض کنید یه هایی ده تا 20 تا عین این میره تمپلتش رو استفاده کنید مسئله نیست ولی تغییر بدید اول از همه وقتی که دارید یک نامه رسمی مثل دعوت نامه می نویسید در بالا اسمتون آدرستون که شامل سیتی و استان و پستال کده مثلا شخصی از کانادا داره این نامه رو می نویسه همیشه ایمیل آدرستون رو بنویسید که اگه خواستن باتون با کانتکت کنن فون نامبرتون با کدش رو بنویسید و تاریخ خب بعد میاد شما اینجا نامه رو دارید به کجا می نویسید Immigration, Refugee and Citizenship Canada. IRCC خب IRCC خب تا دا شما دارید خطا به اداره مهاجرت کانادا می نویسید مثلا اینجا میتونید بنویسید که آدرس چیز رو بنویسید IRCC رو بنویسید پوستال کودش رو بنویسید من اینجا فرض کردم که شخصی که اینجا هست عروسیشه و میخواد مثلا خواهرشو که اسمش مانداناس است دعوت کنه بیاد خب به خاطر همین سابجکتشو یعنی موضوعشو نوشتم دعوتنامه برای شرکت در عروسی درخواست برای ویزیتور ویزا برای خواهرم مندانه شما سیستر نیمتون رو اینجا می نویسید. بعد شروع میکنید نامه چون نامه رسمیه با این لفظ شروع میکنه دیر سر سلاش خب این چیزیه که شما میتونید بنویسید چون نامه رسمیه و شما نمیدونید اون فردی که میخواد بخونه آقای امیریه یا خانم حسنیه به خاطر همین نامه رو اینجوری خطاب میکنید بعد مثلا خط اول خیلی به صورت کلی توضیح میدید که چی میخواید خب مثلا I hope this letter finds you well امیدوارم که مثلا حالتون خوب باشه حالا مثلا میخواید ترجمه تحت لفظ کنیم من دارم این نامه رو می ببینید چقدر کوتاه و مختصر که سابمیت کنم یک دعوت نامه در ساپورت از اپلیکیشن خواهرم برای ویزیتور ویزا برای شرکت در مراسم عروسی من در کانادا من یک ام ام چیز مقیم دائمی لافور یعنی قانونی کانادا هستم و ازتون خواهش میکنم که مثلا ارنجمنت و یعنی مثلا به خواهرم در جهت اینکه بتونه بیاد اینجا کمک کنید خب بعد شما وقتی که دارید فرض کنید خواهرتون رو چی دعوت میکنید عروسیتون اول از همه باید نمیدونم یه اصطلاحی هست میگن پسر تو ثابت کنی یه همچی چیزی میگن اول از همه تو باید ثابت کنی که اون دلیل اصلی که داری خواهرتو دعوت میکنی واقعیه خب شما داری اینجا میگی من عروسیمه خب پس اول از همه مشخصات عروسیتو بده میگی که I am delighted من خوشحالم که اطلاع بدم بهتون که مخ... مشخصات عروسیتون رو میگید حالا عروسی نه فارغ و تحصیلی فارغ و تحصیلی نه مثلا فارغ و تحصیلی پسرتون چه میدونم تولد خودتون هر چیزی که میخواید بگید هر علتی که این بالا آوردی توی پاراگراف بعدی در مورد اون یه توضیح مختصر به مثلا ودینگ خب ودینگ من توی تاریخ و زمان چی در کجا مثلا تالار آزادی در تورنتو در پروینس مثلا در شهر تورنتو پروینسش یادم رفت ای بابا در فلان پراوینس و بعدشم مثلا حالا یه چیز می نویسید که مثلا خیلی چه مهمیه و منم خیلی دوست دارم که خواهرم که مثلا در کنارم باشه خب پس اول توضیح کلی که چه به چه علت شما داری رو دعوت میکنی بعد تو پاراگراف بعدی مخ... مختصری توضیح میدید که مثلا اگه طرف, طرف میخواد فرق و تحصیل مثلا من میخوام توی تابستون تو ماه می از دانشگاه منیتوبا در تاریخ فلان فرق و تحصیل خب توضیح میدید بعد مثلا حالا اینجا شما میتونید اینو بنویسید یا ننویسید من خواستم که حالت کلی ترش رو بنویسم مثلا میتونید توضیح بدید که چرا براتون بودن خواهرتون در کنارتون مهمه آه یا ننویسید هم مهم نیست چون اونا مثلا میدونن که خب خواهرتون چون خو فامیلی یا مهمه حالا من اینجا یه مثالی نوشتم که مثلا چون خانواده برام مهمه بعدش هم این که چه میدونم ودینگ هم مثلا یه چیز خیلی مهمیه دوست داریم در کنار همدیگه باشیم و جشن بگیریم و از اینجور چیزا خب یا مثلا فرض کنید شما میخواید مثلا یه کسی رو واسه نوروز دعوت کنی مثلا خاله ای من خاله‌مو ندیدم میخوام حالا مثلا تو نوروز که نمیدونم فلانه سال جدیدمونه و اینجور چیزها یه ذره توضیح بدید خب حالا پاراگراف بعدیتون باشه این پاراگراف اجبار نیست یعنی ننویسیدن مهم نیست میتونم خلاصه تر کنم من فقط به عنوان یه مثال براتون نوشتم توی پاراگراف بعدی ببینید من چیکار کردم توی پاراگراف بعدی قشنگ توضیح دادم که فردی که داره دعوت میکنه توی این دعوتنامه چه مدارک مهمی رو اتچ کرده زمینه شده به این نامه شما میتونید ساپورتینگ داکیومنت های لازم رو یعنی پیدا کنید برای اینکه نشون بدم من میخوام مثلا خواهرم رو دعوت کنم خب ساپورتینگ داکیومنتش چیه اول از همه میخواد نشون بده که ودینگ اینویتیشن یعنی دعوت نامه عروسیش که دقیقا تاریخ و زمان و مکانش رو نشون میده کپی پی آر کارتش خب نامه ای خب ببینید فرض کنید مثلا شما دارید میگید که من توی فلان سالن تو تورنتو در فلان روز تاریخ عروسیمه خب برای اینکه محکم کاری بکنیم خب ما خوبه که نامه ای از اون مکانی که کرایه کردیم بذاریم که دقیقا نشون بده که واقعا همچین چیزی هست یا اینکه مثلا شما میخواید فارغ و تحصیشی دانشگاه پنج ماه قبلش مثلا بهش از شما یه پولی میگیرن نمیدن واسه جشن و اینای تدارکان شما میتونید کپی ایمیلش رو بدید شما میخواید مثلا زایمان کنید میخواید مادرتون پیشتون بیاد میتونید از دکترتون خواهش کنید که مثلا یه نامه بده دیو دیتتون اونجا مینویسه نامه رو تو سربرگش مینویسه اونو کپی این نامه میکنه ببینید خودتون دیگه باید با توجه به شرایط خودتون ببرید و بدوزید بعد پروف آف ریلیشنشیپ حالا شما اینجا میگه خواهرتونه ریلیشنشیپتون رو توضیح میده مثلا اگه خواهری هر چیزی اینجوری میتونید راحتش اینه که با مثلا ترجمه شناسنامه یا اینکه مثلا اینجا گفته فامیلی فوتوگراف مثلا شما میخواد ام... نمیدونم یا. ام... دختر دایی دعوت کنید دختر دایی خیلی سخته چیز کنید مثلا میتونید عکسای اکسای بچگیتون و نوجوونیتون و مثلا چند تا اکس سین مختلف رو با هم دیگه بذارید بعد شما گفتید که تو نامتون فاینانشال سپورت میخواید بهش بدید دیگه خب پس بعد یه بنک استیتمنت مثلا یه کپی از اکانت رو اینجا بذارید یه کپی از ایمپلویمنت لتر یعنی کانترکتتون رو اینکه نشون بده که از نظر دولت کانادا شما توانایی مالی دارید که مثلا یه مهمونی و سه ماه تو خونهتون نگه دارید بعد اینکه تو مرحله بعدی آیدی معتبرتون رو بذارید توش مثلا شما به عنوان مستر ایکس میخوای کسی رو دعوت کنی مثلا پاسپورت تو یا گواهی نامه رانندگی تو قشنگ اینجا بذار مثلا کسایی که پیار هستن راحت میتونن پی کاردشون رو بذارن من بهشون توصیه میکنم پی کارد رو پشت و رو بذارید گواهینامه‌تون هم پشت و رو بذارید حتی اگه بیشتر بذارید مثلا واسه این چیزا مهم نیست خب و اینکه گفتیم مثلا توی این قسمت بعدی من یه ذره مؤدبانه نوشتم که این داکیومنت ها رو به عنوان یعنی مثلا برای اینکه تسهیل کنه و اینکه مثلا نشون بده که هدف و مقصود اون از سفر واقعا همینه که گفته گذاشتم و من اینجا اطمینان میدم I assure یعنی یادتونه یعنی که تو سایت اداره مهاجرت هم گفته بود که پرامیس کنید و پرامیستون رو کیپ بکنید من به شما یعنی اطمینان رو میدم که من مسئولیت تمام هزینهاشو در زمان موندنش تو کانادا که شامل اکامودیشن یعنی خونه بهش میدم یعنی نه اینکه یه خونه براش اجاره کنم مثلا قریب یاد دعوتش کنم تو خونم باشه خب ترانسپورتیشن ترانسپورتیشنش با منه یعنی مثلا میخوام ببرمش این بر بگردونمش با هزینه منه یا هر هزینه دیگه ای حالا اگه شما مثلا هزینه های دیگر رو یا مثلا کلیرلی اینجا بنویسید دیگه حالا should you اگه شما اطلاعات یا مثلا چیز اضافه دیگه میخواید که من سپورت کنم اپلیکیشنشو لطفا درنگ نکنید با من تماس بگیرید و من براتون میفرستم بعدش هم که آخرش تشکر میکنیم بعد از اون همیشه توی نامه هاتون خصوصا نامه ها رسمی thank you for your time and concentration از یعنی مثلا از اون زن وقتی که میذاری تشکر کنید یادتون باشه greeting نامتون هم your sincere یعنی closing your sincerely باشه چون نامه رسمی آخرش هم اسمتون رو بنویسید اسمتون و امضاتون اسم و اسمتون هم اسم قانونی باشه لیگ و لیمتون باشه که روی آیدیتون هست روی درایو مثلا اسم یکی مریم نیکی صداش میکنن یادتون باشه اگر مثلا شما توی درایوینگ لایسنستون نوشتی مریم مثلا اونجا نشون میده مریم اینجا امضا میکنی نزنی نیکی خب بعد چیز دیگه اینه که گفتم حتما تاریخ هم بزنید نامه دومی که نوشتم خیلی شبیه اونه اولاش که میبینید که چیزای کلی شبیه همه اینجا یکی از دوستان خواهش کرده بود که مثلا اگر بخوام پدر مادرم رو دعوت کنم چی مثلا اینجا من گفتم parent application خب اینکه بیان کانادا تابستون پیش ما بمونن یک دلیلیه که اکثر ماهایی که مثلا اینجا این دوستان پدر مادرم رو بیان اینجا پیش ما بمونن دیگه تابستون معمولا ما دوست نداریم تو سرما بیان که معمولا توی چی بیان بعد دوباره حالا اینجا شما دلیلی واسه مثلا سامر خب سامر میخواد بمونه پس اینجا مثلا شما نگفتی مثلا علت خیلی خاصی نگفتی مثلا نگفتی فارغ و تحصیلی زایمان جشن فلان پس اینجا توی چیز پاراگراف بعدی میگی پرنست کیم پرنس من بعد اینجا توضیح میدی اسمشون اینا رو میذاری بعد میگه که مثلا خیلی برای من مهم من از اینجا چیزا بعد ما مثلا during their visit ببینید وقتی که پرنستون رو میخواید دعوت کنید خصوصا تابستون بهتر این رو اشاره کنید که من مثلا دوست دارم تابستون باشه چون که هوا گرم تره برای اونا مناسب تره کانادا قشنگ تره و اینکه اونا بیام پیش ما بمونن مثلا خاطرات داشته باشیم مثلا با هم دیگه بریم مثلا فلان پارک ببینیم فلان مثلا نشنال پارک ببینیم اینجا بریم اینجا بریم یه کوچولو توضیح بدید مثلا خصوصاً وقتی که پدر مادرتون رو مثلا واسه هم که سامر بیان ببینید مثلا یه موقعی هست میگم واسه زایمان داری تعریف میکنی اون خب نه تنها پرنتتن یه علت دیگه هم محکم پشتشه اینه که زایمانه ولی اینجا فقط فرض کن شما داری واسه یه ریکرییشن یعنی واسه ویزیت داری تعریفش میکنی پس بگو بگو من میخوام اولا تابستون دعوت کنم که هوا سر نباشه تابستون دعوت کنم که بچه ها معصه نباشن تابستون دعوت کنم که از زیبایی های اینجا بیشتر لذت ببرم و بتونم که مثلا اونا رو این بر ببرم خب بعد توی پاراگراف بعدی هم توضیح میدی که ببین مثلا پرن چون منبولا سنشون خب بالاتره شما باید شرایط راحت تری و واسه فراهم کنید به خاطر همین مثلا من توی این نامه نوشتم که من سعی میکنم شرایط راحتی رو براشون چی کنم ارنجمنت های کامل کردم تو خونه ما میمونن مثلا من گس رو میدم بهشون برای تمام مدتی که اینجا و ببینید من حتی اینجا خودم گفتم پرسنالی یعنی شخصا ترانسپورتشون و اینا رو به عهده میگیرم و هرچی که اسیستنت بخوان هرچی کمکی بخوان من شخصا به عهده میگیرم اگه شما یه همچی نامه بنویسید این خیلی ممکنه مثلا شما عملا این کارا رو بکنید ولی خب تو نامه بنویسید خیلی بهتره بعد دوباره تو قسمت بعدی حالا شما اینا رو گفتی الوعده وفا باید خود تو ثابت کنی که کی هستی چقدر حقوق داری و مدارکی که لازمه دیگه اینویتیشن خب پرپس اینکه هدفش چیه از کی تا کی میان این خیلی مهمه مثلا از کی تا کی میان مثلا شما میتونید بگی که مثلا کل تابستون از جون میان تا سپتامبر بعد نمیدونم میتونی که نسبتتون رو ثابت کنید پی رو آره بذارید درایور لایسنستون رو بذارید دوباره همین کانترکتاتون رو بذارید مثلا کانترکت خودتون همسرتون حسابای بانکی خودتون همسرتون این پروندهتون رو میکنه بعدش هم که یه ذره تعارفات و نامه رو بیبندید و و تشکر میکنید و بعدش هم که میگید اگه چیزی خواستید مثلا هزیتیت نکنید با من تماس بگیرید بعدش هم که تعارف ماروفه این دوتا خط هم که همیشه می نویسید یور نیم دوباره اسم لیگالتون رو اینجا میارید خب ببخشید که این ویدیو یه ذره طولانی شد چون این بحث دعوتنامه واسه خیلی سوال بود خیلی سوال میکردن خیلی دوست داشتن ببینن چه جوری یه فرمتش و اینا این دو تا فرمتیه که معمولا خیلی مت... مثلا چون خیلی از ما دوست داریم رو دعوت کنی و دومیش هم واسه کسیه که مثلا میخواد واسه یه اوکیژن یا یه ایونتی یه نفر رو دعوت کنه میتونید از تمپلتش استفاده کنید امیدوارم که این توضیحات کلی بتونه کمکتون کنه واسه سوالات خاصتون ویدیوهای پرسش و پاسخ رو ببینید و یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید لایک کنید زنگوله رو فشار بدید که وقتی که ویدیوهای جدید میاد ازشون مطلع بشید تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ